سلام بچه ها، من آرتین استی ویدت هستم. خیلی خیلی خوش اومدیم به ویدیو جدید. یادتون باشه بچه ها، حتما و حتما بچه ها سابسکرایب بکنید، کامنت هم بذارید، بریم که بهتون دوست دختر امین توسلی نشون بدم. البته نمیشه گفت 100% 50-50 هم، خب بریم بهتون نشون بدم بچه ها. این پیج اینستاگرامش با 2182 تا فالو و چم اونجوری که میبینید امیر توسلی هم فالو کرده و انگار که یوتیوبره، چون یه لینک چنل تو گذاشته. نمیدونم، شاید هم نفتم چک کنم، نفتم، شاید مال خودش نباشه، نمیدونم. خب بچه‌ها این پستاشو ببینیم. خب اینم از این پستش، لب ساحل انگار. گفته ماهی کوچکی که طعم تنگ آزارش میدهد و بوی دریا هواییش کرده. نمیدونم منظورش با کیه بچه‌ها دقیقا. اینجا میگه گفته با موسیقیت هنوز در تو نمیمیر. منظورش چیه؟ با موسیقیت هنوز در تو نمیمیر. بکنم منظورش با موسیقی نمیری. نمیدونم منظورش دقیقا چیه، چون انگار خوب ترجمه نشده یا شاید هم این خوب ننوشته. گفته هر نفس آشفته ام تو سر به راه هم میکنی. بچه این پستم امیر توسلی بچه لایک زده، گفته که اندر احوالات دیروز، دیروز هوا نامید نشد. خب بریم بعدی. اینجا بچه امیر توسلی لایک زده، گفته که بازگشت به بهترین زمان در خانه دادگریان. چه خفنه. من داشتم به میتینگ در اسارت توسط استرپولد گوش میدادم و گفتم این قسمت را به اشتراک بذارم. یک داستان عشق مدرن، شما به کسی از طریق کیمیای بلقوه جذب آشنا میشوید. این یک واکنش شیرین است و همیشه یک سورپرایز از تو پر از حس امکان، امید به بیرون کشیده شدن از یک موندن و به یک دنیا احساس و اشتیاق است. عشق شما را میگیرد و احساس قدرت میکنید و عجله دارید و میخواهید احساس را نگه دارید. تو هم میترسی و هرچه وابستر بشی باید از دست بدی. بنابراین شما قصد عشق را امتر و قابل اعتمادتر کنید. شما با خوشحالی آزادی را برای ثبات رها میکنید. منظورش خدایی نگرفتم. خب اینجا گفته چی؟ همش در حال تکون خوردن. اما مرسی واسه جوابتون. من وقتی حال دلم غروب جمعه است، با اینکه دوست دارم از تختم تکون نخورم، ولی وقتی کارایی کنم که روزم مفید باشه حالم بهتر میشه. یه وقتایی آهنگ میذارم میرخصم، یه دوش میگیرم، آرایش میکنم، یا دوستان میبینم. یه وقتایی هم با نوتلا میمونم تو خونه. خب بریم بعدی بچه ها. پاشم برم ویتامین دیمو بخورم که یه عمر آفتاب به چشم ندم. که منظورش نه کلن تو خونه است، منظورش این باشه یا اکثر موقع تو خونه است. بریم بعدی. آقا شاید طولانی، اما خب بخونیمش. این کتو خیلی دوست دارم، منو میاره به بچگیام. بابا دوتا کت، یکی دقیقا این و یکی خوردلی تر با همین تر داشت که هر روز میپوشیدتشون. پارسال که گرفته بودمش از جعبش که در بردم هم با هم گفتیم کت باباس. پارسال که تو استوری هم گذاشتم متوجه شدم که مثل که فقط بابای من نبوده که از این کت داشته، انرژی و جنب و جوش و شوخ طبیعیم رو و اینکه همیشه عشقم به کسایی که دوست دارم رو زیاد ابراز میکنم. بیشتر از بابام برس بردم. خدا سایه همه پدر مادر رو حفظ کنه که وجودشون نعمته و حتی وقتی کنارت نباشن. این چیه؟ نمیدونم منظورش دقیقاً از عکس دومی چی بود. خب باشه، اینم از این عکسشه. اینم از این عکسش. گفته که وحشی و عاقل در مکانهای مناسب. خب اینجا منظورش رو گرفتم. گفته که بهت نوشتم اما نزدم بفرست. منظورش رو نگرفتم، فکر کنم مترجم اشتباه ترجمه کرده. خب اینم از این. وقتی اشتراک گذاری ویدیو در کلاس آنلاین شما اجباری است. خب گفته که مقصود حافظیه بوده، من فوتو بام کردم. مثل که این خارجی ها فقط تو کار کپی برداری از هنر ما هستن. آخه
که هنر نزد ایرانی هست و بس. نمیدونم. گفته که بچه بودم چند دسته تگواندو کار میرفتم و بچه بودم چند جلسه تگواندو رفتم، برو کنار زخمی نشید داشت با چند جلسه. خب بچه ها واقعا دمتون گرم که دقیقا تماشا گیرتون باشه. حتما سابسکرایب بکنید، بچه کامنت هم بذارید، لایک هم بکنید. خدا نگهدار بچه.